برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. کمیساریای امور پناهندگان سازمان ملل اعلام کرد که 3262 پناهنده سوری از ابتدای سال جاری از اردن به کشورشان بازگشتند. کمیساریای امور پناهندگان اشاره کرد که بازگشت پناهندگان سوری به کشورشان در سال جاری و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 63% افزایش داشته است. داده های سازمان ملل حاکی از آن است که 19729 سوری از اردن، مصر، لبنان، ترکیه و عراق در سال 2023 به سوریه بازگشتند. درهای کاخ یلدیز استانبول پس از 6 سال مرمت بر روی گردشگران باز شد. رجب طیب اردوغان کاخ یلدیز در استانبول را که بازسازی آن به پایان رسیده است افتتاح کرد. رئیس جمهور ترکیه طی سخنانی اظهار داشت در نتیجه 6 سال کار دقیق مرمت کاخ یلدیز را که میراث نیکانمان بود احیا کردیم. کاخ یلدیز که یکی از نمادهای شهر ما از امروز درهای خود را به روی مردم و بازدیدکنندگان از سراسر جهان باز می کند. هیئت باستانشناسی مصر از کشف 63 مقبره خشتی و چنگور ساده که حاوی مقادیر قابل توجهی سکه طلا و تعدادی سکه برنزی از دوران بطلمیوسی در قبرستان ادیر در شهر دمیتای جدید در شمال مصر خبر داد. در همین راستا محمد اسماعیل خالد دبیر کل شورای عالی آثار باستانی مصر روز گذشته گفت چیدمان معماری مقبره‌های کشف شده یکی از الگوهای رایج در مصر باستان در دوران متأخر است. قطب فوزی رئیس هیئت باستانشناسی مصر اظهار داشت این هیئت همچنین موفق به کشف یک مقبره بزرگ از خشت و گل شد. تغییرات اقلیمی آب و هوا مزارع کشاورزان غلات و منابع غذایی مراکشی را که تحت تأثیر خشکسالی قرار گرفتند به خطر می اندازد. خشکسالی 6 ساله در مراکش کل بخش کشاورزی کشور از جمله کشاورزانی که غلات مورد استفاده برای تغذیه انسان و دام پرورش می دهند را به خطر انداخته است. گفتنی است حجم و سطح زیر کشت در مراکش کمتر از سال گذشته خواهد بود و همین امر کشاورزان را از کار بیکار می کند و برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی مانند آرد برای مصرف روزمره این کشور نیازمند واردات بیشتر و یارانه‌های دولتی است. اداره مبارزه با تروریسم CTD در استان سند جنوبی پاکستان روز گذشته از کشته شدن یک مظنون به عضویت در گروه سنی‌های تندروی تحریک طالبان پاکستان TTP که در بمبگذاری بزرگ سال 2013 و حمله سال گذشته به مقر پلیس در کراچی دست داشت خبر داد. عمر فاروق که به عنوان فرمانده تحریک طالبان پاکستان توصیف می شود مظنون به مشارکت در حمله مرگبار به مسجد شیعیان در شهرک عباس در مارس 2013 بود که با استفاده از یک خودروی بمب‌گذاری شده منجر به کشته شدن 48 نفر و مجروح شدن بیش از 180 نفر شد. مجمع مدافعان حقوق بشر که یک شبکه هماهنگی فعالان حقوق بشر در داخل و خارج از افغانستان است از جامعه جهانی و سازمان ملل خواست تا هرچه زودتر برای کاهش و رفع تنش‌ها و برخوردهای غیر انسانی با مهاجران و پناهجویان افغانستانی در ایران مداخله کند. این نهاد که مقر آن در ژنو است در بیانیه‌ای از رئیس آژانس پناهندگان ملل متحد خواسته تا هرچه زودتر وضعیت مهاجران افغانستان را از نزدیک بررسی کرده و سفری به تهران داشته باشد تا با مقام‌های آن کشور در این زمینه گفتگو کند.
در روزهای اخیر گزارش‌هایی از حملات جمعی به مهاجران افغانستانی در شهرک‌های مختلف ایران از جمله تهران منتشر شده است. سازمان بین المللی مهاجرت IOM میگوید که افغانستان در میان 10 کشوری است که بیشترین تأثیر از تغییرات آب و هوایی دارد. سازمان بین المللی مهاجرت روز چهارشنبه 3 مرداد با انتشار بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که افغانستان از جمله کشورهایی در جنوب آسیا می باشد که بیشترین صدمه را در پی خوش‌ساله‌های اخیر متحمل شده است. این گزارش سازمان بین المللی مهاجرت در حالی منتشر شده که باران‌های اخیر و سرازیر شدن سیلاب‌ها در اکثر نقاط افغانستان جان صدها نفر را گرفته و هزاران نفر دیگر را آواره ساخته است. گزارش‌ها حاکی از لزوم تحقیقات جدی در مورد خطرات ذوب یخچال‌های طبیعی است که می‌تواند سبب افزایش مخرب سطح دریا شود. در همین راستا دانشمندان در گزارشی می‌گویند که ما باید به طور جدی یخچال‌های طبیعی زمین را نجات دهیم یا باید افزایش فاجعه بار سطح دریا باشیم. دانشمندان معتقدند بدون مداخله تا سال 2100 با افزایش سطح دریا به اندازه 1 متر مواجه خواهیم شد که شهرهای کم ارتفاع را از بین می‌برد و میلیون‌ها نفر را آواره می‌کند.